مقدس یوحنا باب سیزده پیش از عید پسخ ایسا آگاه از اینکه ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود کسان خود را که در این جهان دوست می داشت تا دو به هد کمال محبت کرد هنگام شام بود ابلیس پیشتر در دل یهودی اشقریاتی پسر شمون نهاده بود که ایسا را تسلیم کند ایسا که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد او میرود از شام برخواست و ردا از تن به در آورد و حلی برگرفته و به کمر بست سپس آب تا لگنی ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با که به کمر داشت چون به شمعون پتراز رسید او وی را گفت سرور من آیا تو می خواهی پای ما را بشوی؟ ایسا پاسخ داد اگنون از درک آنچه میکنم ناتوانی اما بعد خواهی فرمید پتراز به او گفت پاهای ما را هرگز نخواهی شد ایزا پاسخ داد تا تو را نشویم سامی با من نخواهی داشت پس شمعون پدراس گفت سرور من نه تنها پاهایم بلکه دستها و سرم را نیز بشویی ایزا پاسخ داد آنکه استمام کرده سرا پا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد مگر پاهایش باری شما پاکید اما نه همه زیرا می چه کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد و از همین رو گفت همه شما پاک نیستید پس از آنکه عیسی پاهای ایشان را شست ردا بر تن کرد و باز به سفره شام نشست آنگاه از ایشان پرسید آیا دریافتید آنچه برای تان کردم؟ شما ما را استاد و سوارتان میخانید و درست هم میگویید زیرا چنین هستم پس اگر من که استاد و سوار شمایم پاهای شما را شستم شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید من با این کار سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همان گونه رفتار کنید که من با شما کردن آمین و همینطور از نامه اول گارنتیان باب ده آیا جام برکت که به جهت آن شکر می شریک شدن در خون مسیح نیست؟ و یا آن نانی که پاره می کنیم شریک شدن در بدن مسیح نیست؟ از آنجا که نان یکیست مانیز نیز که بسیاریم یک بدن هستیم زیرا همه از یک نان برای میابیم آمین وقتی در بزرگ را رانندگی میکنید اغلب یک حرف ام بزرگ را در جاده میبینید که اشاره به رستوران های فست فود دارد این ام برای این در نظر گرفته شده تا مردم را تشویق کند لذی توقف کنند و یک همبرگر و مقداری سیب زمینی سرخ کرده سفارش دهند و بعد دوباره با سرعت به راه خورشان ارامه دهند اینکه آیا افراد دیگری در این فست فود نجسته باشند برای شما اهمیتی ندارد مگر اینکه آنها برای سفارش دادن در صف جلوی شما باشند و شما مجبور باشید صبر کنید اما اینطور که پولس رسول برای ما در انجیل این پنجشنبه فرمان روشن می کند کلیسا مثل یک مکدونالد روحانی نیست کلیسا این نیست که من تنها در آن از خودم پذیرایی کنم و نیازهای روانی خودم را برآورده کنم و اینکه دیگرانی که در اینجا جمع شده اند برای من نسبتا بی اهمیت باشند برعکس وقتی ما اینجا دور هم در میراب جمع می شویم تا شرابانی را جشن بگیریم مثل ازای یک بدن به هم وصل میشویم. بدنی که برای کال زندگی ما با ارزش است و با ارزش باقی می من. در آن زمان پولاس رسول در قرنتیان مجبور شد با مسئله دست و پنجه نرم کند که امروزه هم برای ما بسیار مهم است اینکه آیا اعضای کلیسا اجازه دارند در جشنهایی شرکت کنند که در آن گوشتی که قربانی شده برای خدای بود پرستی قربانی شده است؟ نه همانطور که پولاس در اینجا بیان می کند اینجا تنها بعض ادب و نزاکت برای پذیرفتن یک دعوت دمیان نیست بلکه شخصی که در چنین مراسمی شرکت می کند در با خدایی که این گوشت برای او قربانی شده مشارکت می کند و این برای یک مسیحی غیر ممکن است چرا که من با عنوان یک مسیحی همانطور که پولاس در اینجا ذکر می کند به طور ناگازستانی با جامعه دیگری ادغام شده ام در مشارکت جسم و خون مسیح اشرابانی که ما در هر عبادت بگذا می کنیم چیزی بیشتر از یک پسته پیشنهادی روحانی است بلکه وقتی که من از جام مقدس خون ایسا را دریافت می کنم وقتی جسم مسیح را در نان پاره شده دریافت می کنم در واقع یک پیوند جدایی ناپذیر با ایسا را دریافت می کنم. این مشارکت با ایسا مسیح به قری ناگزستنی و محکم است که من دیگر نمی توانم به جامعه دیگر وارد شوم. حتی اگر بارد کردن دعوت آنها با اس دل شکستگی و یا آزارده خاطر کردنشان بشوم. همانطور که گفتم این موضوع برای بسیاری از اعضای کلیسای ما مهم است بل این افراد آگانه مسیحی شده اند قاصل تمید گرفته و در مراسم اشرابانی شرکت کرده اند البته که این افراد هنوز دوستان مسلمانی هم دارند و اگر این دوستان بخواهند شادیشان را در خلال یک مراسم مذهبی مثل آشورا و سر یک سفره با آنها تقسیم کنند آیا می این دعوت را قبول کرد؟ آیا نمی از روی ادب در این مراسم شرکت کرد؟ اما پولاس به ما مسیان هشدار میدهد اگر دا گیر چنین قضایی بشوید در این صورت تحت سایته قدرت و نیروهای دیگری میشوید که عملا با عیسی مسیح سازگار نیستند شما نمی توانید در روز یک شنبه جزم خون و مسیح را دریافت کنید و در این حال با افراد دیگری برای امام حسین ازاداری کنید اعتباط ما با عیسی مسیح مانع از اجازه ورود ما به جوامع دیگری می شود که عیسی مسیح را با عنوان پاورگار خود نمیشناسند. شناسند. بله وقتی ما با هم اشراپانی را جشن می گیریم در آنجا واقعا چیزی اتفاق می افتاد اشرابانی تنها یک مراسم مذهبی نیست که اگر فرصتی بود آن را انجام بدهیم من نمی توانم وارد کلیسا شده سریع اشرابانی بگیرم و دوباره بیرون بروم بلکه در اینجا من به واقعیتی گره زده می شوم برای تمام زندگی من حیاتی است اما چه اتفاقی در اشارابانی میافتند؟ پولاس میداند که مسیانی که به او نام مینویسند از این امر آگاهند که اشارابانی تنها یک مراسم یاد بود برای ایسا نیست که مردم دور هم جمع شده و مرگ او را به یاد بیاورند و یا حتی بعدتر آنطور که در برخی کلیسه های پروتستان مرسوم شده که اشرابانی صرفا به یک گرد همایی اجتماعی تبدیل شده که در آن افراد با یک دیگر یک معاشرت خوب مذهبی دارند جایی که در آن در پنجشنبه فرمان یک اشرابانی به اصطلاح سر میزی جشن گرفته می شود که در آن افراد دور هم با سر میز نشسته میخورند و می نوشند و همه چیز را به نوعی آنطور که عیسی انجام داده جشن میگیرند. گیرند پولاس در این می نویسد نه جام برکتی که از آن می نوشیم به ما سامی از خون مسی می دهد و نان شکسته ای که در اشارابانی دریافت میکنیم به ما سامی از جسم مسی می دهد ما با عیسی مسی یکی می شویم. و سخت است که حقیقت این امر را تصور کنیم اینکه او در ما و ما در او زندگی میکنیم و ما به تنهایی با عیسی مرتبط نمیشویم بلکه همانطور که پولس میگوید از آنجا که ما با هم جسم مسیح را دریافت میکنیم همه ما هم زمان جسم مسیح میشویم کلیسا جسم مسیح است چرا که ازای این بدن همه جسم مسیر را اشرابانی در اشرابانی دریافت می بنابراین زمانی که جسم و خون مسیر را اشرابانی در اشرابانی دریافت می کنیم هرگز نباید از سایره خواهران و برادرانی که همزمان با ما جسم و خون را دریافت می کنند میشویم می شوید. حتی اگر در حال حاضر ما با فاصله از هم در اینجا زانو میزنیم اما زمانی که شما جسم و خون عیسی مسیح را دریافت می کنید خواهر و یا برادری که در کنار شما زانو زده برای شما ارزشمند می شود من و سایرین ما یک بدن هستیم بدن مسیح همانطور که در اشتراک با هم دیگر جسم و خون را دریافت کردیم و به همین دلیل است که ما با عنوان مسیحی هرگز نمی به تنایی مسیحی باشیم در خانه نشستن و به ایسا فکر کردن کافی نیست این برای ایمان ما ضروری است که با دریافت جسم مسیح بدن مسیح بشویم و این با مشارکت سایرینی که جسم و خون مسیح را هم زمان دریافت می کنند ما یسر می شود و این چیزی به مراتب بیشتر از یک همراهی خوب است در واقع به یک پیونده قوی نیاز داریم که ما را از طریق مرگ به حیات جاودان برساند و تنها یک شخص این پیوند را به ما میدهد خداوند تو عیسی مسیح که جسمش را در مرگ برای تو قربانی کرد و خونش را برای تو ریخت بل او در این پنجشنبه فرمان دوباره این پیوند را به تو هدیه میدهد جام برکت که به جهت آن شکر میگذاریم شریک شدن در خون مسیح نیست و یا آن نانی که پاره میکنیم شریک شدن در بدن مسیح نیست بله البته که هست خدا را شکر آمین